تکرم شایع شد آقای مهندس یه تعداد از کاندیدا واکسن زدن، شما واکسن زدی؟ نه خیر، من واکسن نزدم. من اتفاقا یکی از دوستانی که در روسیه بود برای من یه واکسنی مدتی پیش اومده بود، هنوز آورده بود و من واقعتا نزدم. یعنی استفاده نکردید، موند فاسد شد؟ توی یخچال بود دیگه، انداختمش بیرون. چون هنوز اصلا خیلی واکسن هست به این گستردگی نشده بود. درسته. اما از رستم قاسمی، دولتشون در واقع مستقر بشود برای کرونا، برای اداره این فضا چه برنامه‌ای دارن؟ پایان سال یعنی پایان واکسن همه مردم ایران. آقای قاسمی، حالا با همه این شرایط کرونا، وضعیت اقتصادی و گرونی و تورم و اینا، شما ثبت نام کردید. بله. قراره تا آخر بمونید، قراره به نفع کسی برید کنار. شما پوششی هستید، دائمی هستید. ببینید، ما ثبت نام کردیم. اول موضوع شورای نگهبان هست که به هر حال منتظریم که نتیجه رو روشن کنه. بعدش هم بنا نیست که ما فعلا پوششی باشیم، ولی ما چون خودمون سرباز نظام و انقلاب میدونیم، منافع نظام و انقلاب همیشه بر منافع شخصی خودمون ترجیح دادیم. آقای اسحاق جهانگیری وارد کارزار انتخابات شد، ثبت نام کرد و شبیه یک کارشناس سیاسی نطق کرد بدون در واقع پاسخگویی. در انتهاش بغضم کرد. من میخوام بدم که نظر شما چیه، واکنش شما چیه به این بغض؟ به نظر من بغض برای در واقع شرمندگیه. این غیر از این نمیشه چیزی دیگری در واقع تلقی کرد. شرمندگی که امروز کارگزاران در مقابل مردم دارن.